مهمترین عناوین خبری. فرار 700 هزار اسرائیلی از اراضی اشغالی پس از طوفان الاقصی. بحران نیرو در ارتش اسرائیل و تلاش نتانیاهو برای پایان جنگ لبنان. ارتش اسرائیل به کشته شدن 796 نظامی خود اذعان کرد. وزارت دفاع روسیه 2 پهباد و 4 شهباد ارتش اوکراین را نابود کردیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما. به این سرویس خبری خوش آمدید. فرار 700 هزار اسرائیلی از اراضی اشغالی پس از طوفان الاقصی. طبق جدیدترین آمار ارائه شده از سوی اسرائیلی‌ها، شمار زیادی از اسرائیلی‌ها پس از طوفان الاقصی از اراضی اشغالی فرار کردند. یک مورخ اسرائیل آماری از اسرائیلی‌ها ارائه داد که از 7 اکتبر 2023 اراضی اشغالی را ترک کردند. ایلان باب، مورخ اسرائیلی، تاکید کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در 7 اکتبر سال گذشته 700 هزار شهرک نشین اسرائیلی اراضی اشغالی را ترک کردند. وی در جریان همایشی در اسپانیا گفت که از زمان شروع عملیات طوفان الاقصی در اکتبر سال گذشته میلادی قریب 700 هزار نفر از اراضی اشغالی رفتند. ایلان باب افزود بسیاری از اسرائیلی ها اسرائیل را ترک کردند. ما آمار رسمی نداریم، زیرا دفتر آمار آن را منتشر نمی کند. اما ما از منابع خود مطلع شدیم و آمار مذکور بسیار به واقعیت نزدیک است. وی افزود کابینه کنونی گمان می کند که فرصت تاریخی و فرصتی مهم به دست آمده، تا آنچه کابینه های قبلی نتوانستند انجام بدهند را انجام دهد، از جمله محو فلسطین به عنوان یک دولت و محو فلسطینی ها به عنوان یک ملت. این در حالی است که رسانه اسرائیلی هارتس اعلام کرده بود که بیش از 10,000 اسرائیلی از اوایل سال جاری میلادی به کانادا رفتند. این رسانه اسرائیلی اعلام کرد که شمار اسرائیلی ها که از اوایل سال 2024 به کانادا رفتند 5 برابر شده است. بحران نیرو در ارتش اسرائیل و تلاش نتانیاهو برای پایان جنگ لبنان. روزنامه هارتس امروز در گزارشی به ارائه جزئیاتی درباره جنگ لبنان، مشکل کمبود نیروی جنگی برای ارتش اسرائیل و تکاپوی نتانیاهو در این زمینه پرداخت. روزنامه هارتس امروز در گزارشی به نقل از تحلیلگران اسرائیل نوشت حزب الله لبنان تا حدی که بازدارندگی طولانی مدت برای اسرائیل را محقق سازد تضعیف نشده، تا جایی که برخی خواستار افزایش شدت حملات ارتش علیه لبنان شدند. بنابر این گزارش، در همین شرایط نتانیاهو در تلاش برای پایان دادن به جنگ لبنان، برای کاهش میزان شدت فشارها بر نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل و ادامه جنگ در غزه بدون استفاده از گزینه بکارگیری نظامیان از سایفه هوریدی هاست. هارتس در ادامه به تشدید بحران نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرده است که در شرایط کنونی از نقص 10,000 نیروی اضافی رنج می‌برد. این روزنامه فشارها روی نیروهای ذخیره ارتش این رژیم را بسیار گسترده توصیف کرده است، امری که موجب شده 54% از این نیروها بیش از 100 روز در جنگ حضور داشته باشند. هارتس در ادامه به این مسئله اشاره کرده که 1/3 از کشته شدگان نظامی در ارتش این رژیم از نیروهای ذخیره هستند، امری که خشم میان آنها و خانواده هایشان را تشدید کرده است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ارتش رژیم اسرائیل در سایه ادامه سیاست سانسور شدید تلفات نظامی خود به کشته شدن 796 نظامی خود پس از شروع طوفان الاقصی اذعان کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در جریان نبرد زمینی با مقاومت فلسطین در شمال نوار غزه خبر داد. ارتش اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کرد که گروهبان ذخیره ایدان کنان از نظامیان تیپ کفیر در شمال نوار غزه کشته شد. آخرین آماری که ارتش اسرائیل منتشر کرده نشان می‌دهد که 796 نظامی اسرائیلی از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون کشته شدند که 371 نفر از آنها بعد از حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. و
بر اساس این گزارش 40 نظامی اسرائیل نیز بعد از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان کشته شدند. رسانه های عبری همچون روزنامه های هاارس، ماریو، یدیعوت آهارونوت و غیره با افشای دروغگویی ارتش اسرائیل درباره تلفات خود در جنگ غزه اعلام کردند که ارتش اسرائیل تلفات واقعی خود در جنگ را پنهان می کند. و آماری که درباره تلفات نیروهای خود از 7 اکتبر تا کنون ارائه داده بسیار کمتر از آمار واقعی آنهاست. روزنامه اسرائیلی هاارس در گزارشی اعلام کرد که ارتش اسرائیل تعداد واقعی مجروحان خود از ابتدای جنگ غزه تا کنون را پنهان می کند. بعد از انجام تحقیقات مربوطه مشخص شد بین آمار رسمی ارتش درباره تعداد زخمی های آن در جنگ غزه با آماری که بیمارستان ها می دهند تفاوت زیادی وجود دارد. و وزارت دفاع روسیه 2 پهپاد و 4 شهپاد ارتش اوکراین را نابود کردیم. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 2 پهپاد و 4 شهپاد ارتش اوکراین در مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم شدند. وزارت دفاع روسیه امروز یک شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی نیروهای مسلح این کشور 2 پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در آسمان منطقه بلگرود سرنگون کردند. در این بیانیه آمده که همچنین 4 شهپاد ارتش اوکراین که در حال حرکت به سمت شبه جزیره کریمه بودند در دریای سیاه منهدم شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز شنبه پس از گفتگوی تلفنی با اولاف شولز صدر اعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کیف باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از طریق دیپلماتیک به جنگ با روسیه پایان دهد. وی در این باره افزود ما باید بفهمیم که روسا برای صلح چه می‌خواهند. رئیس جمهور اوکراین پیش از این با انتقاد از تماس تلفنی شولز و ولادیمیر پوتین بعد از 2 سال گفت که این تماس تلاش‌ها برای منزوی کردن پوتین را تضعیف می‌کند. شولز روز جمعه در تماس با پوتین وی را به مشارکت در مذاکرات صلح با اوکراین ترغیب کرد. این در حالی است که مسکو همواره بر حل و فصل مناقشه از طریق مذاکره تاکید کرده است. استیفن هشریت سخنگوی شولز درباره این تماس گفت که صدر اعظم آلمان حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواستار پایان آن و خروج نیروهای روسیه از اوکراین شده است. زلنسکی مدعی شد که این تماس از طریق تضعیف تلاش‌ها برای منزوی کردن پوتین جعبه پاندورا را گشوده است. به افزود حالا احتمالاً مکالمات و تماس‌های دیگری در کار خواهد بود و حرفای زیادی مطرح خواهد شد. و این دقیقاً همان چیزی است که پوتین مدت‌ها منتظرش بود. اینکه انزوایش را تعدیل کند بی‌نهایت برای او اهمیت دارد. رئیس جمهور اوکراین ادامه داد صحبت و مکالمه فقط پوتین را به تعدیل انزوای بین‌المللی‌اش امیدوار می‌کند. آنچه ضرورت دارد اقدامات قاطعانه و محکمی است که او را وادار به صلح کند، نه تلاش برای متقاعد کردن و مماشات با او، زیرا چنین اقداماتی صرفاً برای او نشانه‌ای از ضعف است و از آن به نفع خودش استفاده می‌کند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. در پایان فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. تا درودی دیگر، بدرود.